28مین روز اسفند ماه برابر با 20 مارس، روز جهانی شعر. مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر طی 2 دهه گذشته نشان می‌دهد که با وجود تکثر و تنوع فعالیت‌های شعری و افزایش تعداد شاعران و توجه ملت‌ها و جوامع به حفظ سنت‌ها و بیان شفاهی، هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه‌ها و نظام‌های آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته و به همین دلیل و به همین سبب هم از سوی این نهاد بین المللی این روز در تقویم‌های جهانی به عنوان روز جهانی شعر نامگذاری شده است. روز ملی کشور آفریقایی تونس. تونس کوچکترین کشور شمال آفریقا در همسایگی کشورهای لیبی، الجزایر و دریای مدیترانه با جمعیتی در حدود 10 میلیون نفر، اغلب پیرو آیین اسلام، با زبان رسمی عربی که پایتختش شهر تونس و واحد پولش دینار می باشد، نظام سیاسی این کشور جمهوری است. سال 577 خورشیدی برابر با 1199 میلادی، در گذشت ریچارد یا شیردل، پادشاه معروف انگلستان که گروهی او را از قهرمانان جنگ های صلیبی می دانند. سال 1105 خورشیدی برابر با 1727 میلادی، در گذشت اسحاق نیوتن، منجم و ریاضیدان شهیر انگلیسی که به پیروی از قوانین اصلی مکانیک قانون جاذبه عمومی را کشف کرد. سال 1117 خورشیدی برابر با 1739 میلادی، نادرشاه دستور ضرب سکه‌ای موسوم به سکه نادری را که در یک طرفش نقش شده بود الخیر فیما وقع و در طرف دیگر سکه این عبارت دیده می شود نادر ایران زمین را صادر کرد. سال 1268 خورشیدی برابر با 1890 میلادی، بیسمارک، مردی که به تدبیرش آلمان که تا پیش از آن به صورت امیرنشین‌های متعدد اداره می‌شد، یک پارچه و یک قدرت گردید، از صدر اعظمی برکنار و خانه نشین شد. سال 1304 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، وثوق الدوله صدر اعظم پیشین ایران پس از یک سفر طولانی به اروپا به ایران بازگشت. سال 1313 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، در گذشت سید اشرف الدین حسینی گیلانی، مدیر روزنامه نسیم شمال. سال 1321 خورشیدی برابر با 1943 میلادی، سرانجام از روزنامه‌هایی که در نیمه دوم سال از سوی دولت قوام السلطنه توقیف و یا لغو پروانه شده بودند رفع توقیف شد. سال 1329 خورشیدی برابر با 1951 میلادی، سرانجام با تلاش‌های دکتر محمد مصدق و یارانش مجلس به ملی شدن صنعت نفت ایران رأی مثبت داد و مقرر شد که کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری نفت در دست دولت قرار بگیرد.